درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم همراه دوست ارجمندمون شهرام آریان در هفتمین نشست اهمیت بستر فرهنگی یا بستر سازی فرهنگی برای رستگاری ایران رو در خدمتون خواهیم داشت. این سومین نشست از سری کارهای مدل سازی توضیحی آن چیزی است که ما تو این هفت نشست بهش پرداختیم. طبیعتاً هنگامی که مطلب رو از سر بگیریم و پی بگیریم، یک خیلی خیلی فشرده اشاره به آنچه که در دو نشست گذشته هم گفتیم خواهیم داشت که ذهن همیهنانی که از اکنون همراه میشن با ما همراه باشه و خیلی ابتدا به ساکن نریم تو بحث سوم که بحث بسیار مهمی هم هست. از شهرام آریان بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنه. شهرام جان درود بر شما و خوش اومدید. درود شاهین جان، درود به همه همزبانان گرامی. بسیار عالی. شهرام جان، بحثای نسبتاً سنگین از این جمله جستارهایی که بهش داره اینجا پرداخته میشه، به ویژه برای کسانی که بار نخست دارن این گونه مطالب رو میشنون، خیلی خوب همراه با گفتار اگر نوشتاری هم همراه باشه که بشود اون رو هم همزمان به بیننده و شنونده نشون داد، و شنونده که نمیبینه ولی بیننده میبینه، خیلی کمک میکنه به دریافت مطلب و به جا انداختن اون، از این نظر که سخته یه مقداری برای کسانی که بار نخست چیزی رو میشنون با همون کلام نخست، با اون واژه نخست همراه بشن. از این رو همچنان که صحبت کرده بودیم و خودت هم دوست داشتی این کارو بکنی، امروز یه مقدار گفتارها با اسلاید های همراه هست که این اسلاید ها رو به شما نشون میدیم و میکوشیم برخی از بحث ها رو اسلاید باشه که به جا افتادن اون جستار کمک کنیم. شهرام جان رشته کلام در دست شما، بفرمایید پی بگیرید. بله سپاس. دقیقا همینطور، این مدل های توضیحی ما یه خورده آغاز کرد به پیچیده شدن و من گمان کردم که شاید بهتری یه خورده با تصویر با نما همراه بشه برای دریافتن بهترش. من با اجازه تصویر رو برسونم. تصویر درست میرسه شاهین جان؟ بله درست. ما به آغاز کار که بریم، من در اینجا یک نمایی پرداختم در مورد اون چیزی که ما کمتر در موردش صحبت کردیم، در آینده بیشتر خواهیم گفت، اونم اینه که این دستگاه انگیزنده و پردازنده رو که در یک جامعه تعیین کننده ساختار انگیزش های کلی و بعد تفکر یا پردازش در مورد واکنش های روزمره به واقعیت زندگی، اونایی که بعدا قرار تمام جامعه رو و آیندهش رو کنترل کنه، اینها به وسیله چه اهرم‌های اصلا زیر نفوذ میرن و دگرگون میشن. برای نمونه، ما اگه بخوایم بفهمیم که دستگاه انگیزشی و پردازشی روزگار ساسانی زرتشتی پس از اسلام دگرسازی شد، یه جور دیگه شد، کاملا روی ریل دیگری افتاد، با چه اهرم‌هایی اون فضای نو اسلامی این دگرگونی رو پدید آورد؟ من اینجا از لایه‌ها یا اهرم‌های کارکرد دین یا کلن هر ایدئولوژی بنیادی بر جامعه سخن میگم. گفتم در مورد دین اسلام به اون نمونه بسیار خشن یا تندی از همه دین‌های ابراهیمی، ولی از همشون در حقیقت سرسخت‌تر، تندروتر، ناروادارتر، اینا اصلا بیشتر خودشو نمایان میکنه، ولی در ایدئولوژی های دیگر هم هست. ایدئولوژی های مدرن صده بیستم هم اینو نشون میدادن، این حالات رو، و دین های دیگری هم که از میدان دین های ابراهیمی بیرون هستن اونا هم نمودهای از اینو نشون میدن. اما در مورد اسلام تا اونجایی که من دیدم در تاریخ بشر
سخت ترین و منجمد ترین این اهرم های کارکردی است که بعدن کاملا اون دستگاه پردازش و انگیزش رو زیر فرمان خودش میاره. یکی دستورهای سرراست خود دین هستن، دستگاه باوری دین نامش رو گذاشتم، جدا از اون الگوهای دینی هستن. یعنی این دین حالا یه دستورهای سرراستی در کتاب مقدسش داره، اما در کنار اون یه الگوهایی هم داره، مثلا پیغمبرش یا مهتران آغازین اون دین یا ایدئولوژی. و از این دوتاست که یک دریافت کلی در اون جامعه جا میفته در مورد روش درست یا روش بهینه یا روش روای زیستن. اون یک فضای فرمان روای بر جامعه تولید میکنه، کلن حال و هوای جامعه رو کنترل میکنه، که اینم دوباره از دین به دین و از ایدئولوژی به ایدئولوژی هم میزانش خیلی فرق میکنه. در اسلام مکسیمومه، یعنی اصلا نفس نمیذاره برای چیزای دیگه. اون یک فضای کاملا فرمان روای کنترل کننده بر جامعه ایجاد میکنه. و بعد در بالاترین مرحلهش حکومت هم اگه به دست این ایدئولوژی یا این دین بیفته دیگه، موقع به دستورات و کیفرها و تشویق‌های حکومتی هم دیگه کاملا هر تک و توک افرادی هم که میخوان از زیرش در برن یا حالات مادرزادیشون اینقدر تضاد داره با این دین که نمیتونن، اونا رو هم یا میکشه یا کیفر میکنه یا تشویق میکنه زیر فرمان میاره. و من عرض کردم که مثلا ایرانی های شریفی که در بخش اپوزیسیون جامعه الان با جمهوری اسلامی کار میکنن و از سکولاریسم صحبت میکنن، یا یه فضای یه قانون اساسی دموکرات و سکولار و منطقی، اونا خب بخش حکومت رو میخوان از زیر دست این دین بسیار خشن ابراهیمی از مدل اسلام بیارن بیرون. میگن حکومت رو ما زیر دستش میاریم بیرون. در حقیقت این اهرم چهارم رو از دستش میگیریم. اما تا چه اندازه بعدن فضای فرمان روا بر جامعه ارم میشه تغییر داد، اون جای سخن داره. پهلوی میخواست رو این بخشم دست بذاره، یعنی حکومت از چنگ اونا گرفته بود، نه فقط اون انقلاب مشروطه به اون مسیر میرفت، ولی با رضا شاه این روشنایی کارکردی رو گرفت. حکومت از دست اسلام گرفتن، فضا رو هم میخواستن دگرگون کنن از راه آموزش پرورش، اون حالت شهربانی شست رفته، امکانات آزاد مدنی، احترامی که به تک تک شهروندا گذاشته میشد، و اینها میخواستن که فضا رو هم از دست بیرون کنن، که این در تناقض رفت با اون ایدئال های درونی که در هر انسان مسلمان یا در بخش قابل توجهی از انسان های مسلمان ایرانی بود، یعنی با دستگاه باوری دینیشون و الگوهای دینیشون تضاد شدید داشت. و اونا از اونجا تصمیم گرفتن که ما باید دوباره هم پس بگیریم اون بخش هایی که از دست دادیم، چون دیدن که دارن فضای فرمان روا رو هم از دست میدن. البته حتی اگه فضای فرمان روا رو هم کاملا از دست میدادن، یعنی حتی یه روزگاری میرسید پهلوی خوشو تحمیل میکرد در داخل بازارها شهرهای مذهبی اینا فضا رو هم کاملا تغییر میداد، الان اونجا اون ادعای یه خود بغرنجی که من دارم که برای همیهنهایی که گمان میکنن فقط با کارهای سیاسی میشه حل کرد، در دستگاه باوری دین و در الگوهای دینی که تغییری نمیافت. یعنی اونجا مثل یه بازگشتگاهی، یک گریختگاهی این نیروها میموندن منتظر یه روزی که خودشونو بازسازی کنن، بازسازماندهی کنن، بیان بیرون. خود مثلا پیدایشی آدمی مثل شریعتی تبلور همین بود. اونا تا فضای فرمان روا هم کاملا نباخته، کسانی مثل شریعتی، حالا تو مدل کمتر مجنونش مثلا آل احمد یا فردید، من این دوتا فقط شریعتی و آل احمد من انگوش میذارم بیویز شریعتی، او خواستش بر این بود که از داخل این دستگاه باوری دین و الگوهای دینی که با منطق و پیشرفت مدل فرنگی دشمنی داشت، یعنی دستگاه اسلامی که با منطق و پیشرفت دشمنی داشت، او میخواست این رو به یک حالتی مدرن نما یا مدرن پذیرش بکنه که بتونه برگرده فضای فرمان روارم بگیره و از اون پس بزنه حکومتم بگیره، که موفق شد. فضای 5 سال پیش از انقلاب رو در سطح دانشگاه و روشنفکری مسلمین به دستشون گرفته بودن، مسلمانان کمونیست. از خود نفرموش نکنیم که اسلام خب با کمونیسم یک مخرج مشترک خیلی بزرگی هم داره، هر جفتشون در حقیقت مشکل دارن با مریتیسم،
یعنی اینکه افرادی بر پایه شایستگی سالاری کنن، با شایسته سالاری هر جفتشون مشکلات شدیدی دارن، با فرد آزاد مشکلات خیلی شدیدی دارن، با آزادی اندیشه کلن مشکلات خیلی شدیدی دارن. مرج مشترکای بزرگی خب این اسلام و کمونیسم هست و اینه دست به دست هم دادن و اون فضای فرمانروا بر جامعه رو با اینکه حکومت دستشون نبود پس گرفته و بعد زدن حکومت هم گرفتن. هر دو هم به شدت تمامیت خواه هستن. هر دو هم به شدت تمامیت خواه. یعنی اون کمونیسم اونجا خب خیلی به کمک اسلام اومد، ولی اصل انرژیش تو خود اسلام بود. اینو من قبول ندارم. اون کسایی که ببینید تو بخش اپوزیسیون حرفای عجیب غریب میزنن که آره ما روشن فکرها رفتن زدن یه فضا رو باز کردن، بعد این یکی نامردی اومدن یو بر قطار انقلاب نشستن. البته من گفتم که ما بعداً برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت در مورد فروپاشی پهلوی، ببینیم چه جوری این فرم گرفت این رویداد، چون باز تولید بود از باز تولیدهای چند باره بازگشت اسلام به حکومت که در تاریخ ایران این 1400 سال همیشه کوشش‌های ایرانیا رو آخر سر زده کنار و دوباره برگشته و همه آنچه رو که رشته بوده پنبه کرده و برگشته همچنان به همون حالت عقب مانده اولیه. پس شما هم شهرام جان این ادعای این که ما روشنفکرها یا چپ‌ها یا لیبرال‌ها انقلاب کردیم و انقلاب ما رو اسلامیا و آخوندها دزدیدن و از بیخوبون باطل میدونیم؟ به این حالت کاملا اینجوری گفتش آره. ببین انرژی اصلی برای به هم ریختن پهلوی و نابود کردنش در اسلام بود. درست. چون اون بدنه اصلی افراد خلوچلی که شریعتی بسیج کرد، اینها خودشون این انگیزه ها و این ایدئال های اسلامی رو در خانواده آموخته بودن، در خانواده کمونیستی بهشون نهاده بودن. این ضدیت با پیشرفت، ضدیت با منطق، یکی از مسائل اصلی که شریعتی تبلیغ میکرد دشمنی با منطق و خرد و رویاوردن به تعصب بود و در ادامه این تعصب، تعصب هدایت شده به وسیله یک رهبر یا به قول خودش امام. سخنرانی های ایشون داشت، من انگام دانشجویی در فرنگ چون بزرگ شده بودم میخواستم ببینمش ایران چه خبر بوده، در کودکی من بودم که دیگه انقلاب شده بعدم اومدیم به بیرون، برای همین من دوست داشتم که نوشته‌های شریعتی آقای مطهری اینا رو مطالعه می‌کردم اوایل دانشگاه، خیلی سالها گذشته، و مال آقای شریعتی رو من با علاقه بسیار باز کردم به خواندن و بعد چنان در من خنده‌های عجیب و غریب ایجاد می‌کرد که اون زمان در هنگام دانشگاه یکی از تفنن‌های بزرگ من شد. یعنی بس که جنونی که این مرد می‌نوشت اصلا یه سری بی سر و ته خنده‌دار و برای من خیلی جالب بود. من همیشه به خودم میگفتم شهرام این چه مدل انسانی در ایران به عنوان آدم جوان بوده که این جنون خنددار سطح پایین براش دلنگیز بوده. درست. چون حرفاش واقعا خنددار بودن. یعنی یه مثلا سخنرانی داشت ایشون مثلا در مورد فواید تعصب یادمه، حالا من همه نوشتهاشون رو مطالعه کرده بودم، خیلی از نوارا رو گوش کرده بودم، اونجا بهتر بود با داد و بیداد و عربدم صحبت میکرد. من همش با خودم میگفتم این چه بوده روشنفکر، آخه بهش میگفتن که روشنفکر بوده. اینا همه برای من چشم منو باز کرد که تو ایران تو چه خبر بوده تو بدنه جامعه. وقتی شما یه همچین از قفس گریخته دیوانه روانی رو شما به عنوان چی میگفتن بهش، آموزگار، استاد، از این حرفا، و وقتی هم دهن برمی گشود یک بی سوادی عمیقی در مورد کانسپت های فلسفی که ازشون صحبت میکرد. این برای من خیلی جالب بود که چه مدل آدمی اصلا در ایران میزیسته در جوانانش که این به نظرشون استاد یا نمیدونم راهنما یا جالب بوده. یو مثلا سخنرانی میکرد، حالا با اون مدل عربده‌ای سخن گفتنش که چقدر زبان فارسی رو برش تسلط کم داشت، یعنی بر اون یک زبان فارسی در حقیقت برانگیزاننده. حالا بگذاریم، من اون خمینی هم همینجوری بود. خود اینا خیلی جالبه که واقعا تو مغز ایرونیا چی میگذشته که این مجانین رو به عنوان برانگیزاننده و الگو بهشون مینگریستن. این خیلی مسئله جالبیه. و اندوهباره که یه همچین آدم هایی با این چنته ای که داشتن، آنچه که در چنته داشتن، با این بضاعت بسیار ناچیز و حرفای بی پایه و به قول خودت به درستی پرت و پلا، این مستطیل دوم یا باکس دوم فضای فرمانروا بر جامعه رو کاملا در دست گرفته بودن و این خیلی خیلی انسان رو به شگفتی وامی داره که چطور یه جامعه‌ای که قاعدتا باید برود و در آستانه ورود به تمدن بزرگ باشه در
جایی که انتظار میره بخش هوشیارش هوشمندش حضور داشته باشن، اون بخش هوشمند و هوشیار جوانان رو برخی تصمیم کرده ها این گونه فضا رو برای این آدم درست میکنه، این آدم تبدیل به یه بوتی میشه که 4 دهه طول میکشه عملا تا از چهره این قدیس زدایی بشه و مردم بفهمن که با کی طرف بودن. حالا شریعتی گنده تره نشونه، ولی خب کل فضا همچنان که گفتی در اختیار کسانی بود که خوشبختی خود و ملت ایران رو، اگر البته بر مفهوم ملت ایران باوری داشتن چون بیشتر امتگرا بودن، در مدینه النبی میگشتن دنبالش. یعنی بازگشت اینا بازگشت به هویت و ریشه های ایرانی نبود، بلکه بازگشت به یک گذشته بود که گذشته مال ما نبود، مال کسانی بود که به سرزمین ما هجوم آورده بودن. و اگر که شما این مطالب رو به زبان فرانسوی به یه فرانسوی بگی یا به زبان نروژی به نروژی بگی، فکر میکنم خیلی شگفت زده میشه وقتی ببینه که یه همچین گفتمان یا دیسکورس بسیار ناتوان و چندشاوری بتواند یه جامعه رو هیجان زده کنه. اینا همچنان که شهرام گرامی داره اشاره میکنه برمیگرده به اینکه یه سری از نرم افزارهای رو ذهن جامعه و افراد درست کار نمیکرده یا نرم افزار درستی نبوده و این ریشه خب ریشه 1400 ساله داره. خواهش میکنم پاسخش در همین نموداره بسیار بسیار ساده شده است. حالا من این خوردم پوزش میخوام از این که اینجا خیلی رک سخن گفتم، ولی اون خنده هایی که در دوران دانشجویی من میکردم از دست آقای شریعتی بود، هیچ وقت یادم نرفت. شبها در حقیقت خستگی در کردن من بود، همش مثل کمدی بود. یعنی آدم وقتی میخوند اینقدر سطحش پایین بود و اینقدر جنون درش قلیان میزد که آدم از خودش میپرسید این مدل چه مدل جوانایی بودن که اینو درست میپنداشتن. اون مدل جوانایی بودن که از اون دوتا مستطیل پایینی در خانواده مسکوک شده بودن به وسیله دستگاه باوری و دستگاه الگوهای دینی دین اسلام که در جامعه بهشون داده میشد، پدر، مادر، مادر بزرگ، هرچی. دست کم حالا اگرم خود اون شخص گرایش‌های چپی داشت، حتی گمان میکرد که داره به مسیر در حقیقت مثلا یه جور استقلال فکری میره یا حتی حتی شاید مثلا آتئیسم، هرچی، ولی اون الگوها و اون ایدئالها رو چنان بر او برنهاده بودن که وقتی سخنان این مرد رو میشنوید به نظرش رباینده میومد و این اون موقع فضا رو به سادگی سپرد به اونها. این بلاییه که تقریبا میشه گفت با اطمینان خاطر اگر مستطیل دوتا مستطیل پایینی دست نخورن سر سکولارهای آینده هم در ایران خواهد اومد. این اونا اگه با نهایت همت یا بخت روزگار، همکاری بخت، اینا بتونن در جامعه حکومت رو بگیرن، درست کنن، رفرم کنن، لایروبی کنن، فضا رو هم بعدن اون سالهای اول یه خورده به خاطر اینکه حکومت نوعی خواهد داشت مردم همکاری میکنن، فضا رو هم یه خورده دیگرگون میکنن. این چیزی که زمان پهلوی شد. بعد ولی تعجب خواهند کرد با میزان مقاومتی که از دوتا مستطیل پایینی بعدن شکل میگیره علیهشون در ابعاد گوناگون. درست همونی که الان در ترکیه رخ داده یا در مصر در جاهای دیگه. این چیزیه که افرادی که برای دموکراسی و سکولاریسم ارکان منطقی حکومت فرنگی در جوامع اسلامی میکوشن اینا رو در نظر نمیگیرن. البته عرض کردم به این معنا نیستش که ما حکومت منطقی سکولار اینا در ایران نیاز نداریم، ولی در نظر نگرفتن این اموری که بنده دارم عرض میکنم بعدن دوباره به شکست نهایی میانجامه. حالا این اهرمایی که باهاش این ایدئولوژی های بسیار سرسخت مثل اسلام، از همشون سرسخت در اسلام، این حتی از کمونیسم سرسخت در و چیستره، ناروادارتره، نامتحملتره نسبت به هر چیز دیگری، کنترل کامل میخواد بر همه چی، اون توتالیتر دیگه به تمام معنا. این جور ایدئولوژی ها چجوری با این اهرما کار میکنن؟ دو تا اهرم بنیادی دارن، دستگاه باوری اون ایدئولوژیشون و الگوهای غیر مستقیم ایدئولوژیشون، به وسیله اون یک فضای فرمانروا بر اذهان پدید میارن و اون فضاست که بعدن چنگ میندازه که حکومت رو هم بگیره فلان. مثلا ما در مورد مسیحیت دستگاه باوری و دین و الگوهای دینی رو هم داشتیم. البته پژوهش‌های در همین اسلام شناسان فرنگی شده سطح بالا در خود آلمان به بخیر میشناسم که نشون دادن یا ثابت کردن که دستگاه باوری دین مسیحی و الگوهای دینیش به اون کنترل کنندگی اسلام نیست، یه چند درجه شلتره. و
ولی اونم در قرون وسطا چنگ انداخته بود فضای فرمان روا بر جامعه را زیر کنترل آورده بود، ولی دوباره نه به توتالیتی اسلام، نه به اون تمامیت، بازم یه چند درصدی نفس گذاشته بود و بر حکومت تا نیمه چنگ انداخته بود، نه کامل. مثلا چیزیه که من میبینم روشنفکرهای محترم ایران که دانششون از تاریخ اروپا معمولا به دلالی که من نمیدونم چرا بسیار اندکه، با اینکه این مطلب خیلی مهمیه براشون، باید بدونن، همش گمان میکنن که در قرون وسطا مسیحیت حکومت و این سیستم های اسلامی کاملا کنترل میکرد. اصلا اینطور نیست. ما در قرون وسطا شاه های مستقل داشتیم، چه در مناطق جرمنی مرکزی اروپا یعنی همین آلمان، چه در فرانسه، چه در انگلستان، و حالا بیشترین سر جنگ رو در وسط قرون وسطا یا اون هستی قرون وسطا شاه های آلمانی داشتن با پاپ که نماینده شخصیت یکم دین مسیحیت بود، و جنگ های بگیر و ببند و بزن، اصلا معلوم نبود که پیروزی با کیست. یه زمان خیلی کوتاهی پاپ تونسته بود یکی از این پادشاه ها رو، حالا ما تو جزئیات تاریخ آلمان نمیخوایم بریم، یه خورده به عقب نشینی وادار کنه، ولی بیشتر شاههای آلمان یا اون زمان به خودشون کایزر میگفتن، شاهنشاه آن همون در حقیقت به خودشون میگفتن امپراتوری مقدس رومی ملت آلمان، یعنی میگفتن ما روم باستانیم که باز موندیم در ملت آلمان تبلور یافته. من عرض کردم تو تاریخ آلمان نمیخوام برم، بیشتر اون شاهنشاه از پس پاپ در اومدن، خونه نشینش کردن، زدن در رو داغونش کردن. یعنی ما یک فضای آلبوی مانند رو در بخش بزرگ قرون وسطا داشتیم در اروپا. اینو به دلالی که من نمیدونم این هم میهنانه روشنفکر ما اصلا مطالعات کاملی در مورد تاریخ اروپا ندارن. حالا منم با اون الان کاری ندارم، ولی این با اسلام قابل قیاس نبود. در اسلام چنگی که بر دولت میانداخت حالتی خود سلطان رو کنترل میکرد، یا خلافت که اصلا جای خود داره، و بعد این سلطان های ترک این تقریبا کنترل 98 درصدی بود بر فضای حکومتی. فقط در میان پرده سامانی ها و آل بویه که اونجا افراد زرتشتی نومسلمان در شدیدترین حالتش آل بویه، این رو دادن سر کار و اسلام رو فقط در حد علکی و تعارفی نام می بردن، اونجا یه شباهتی به اروپا داشت، یا به همون ایران باستان که پاپ خونه، یعنی خلیفه خونه نشین شده بود. در بقیه در هر دو موردش شهرام جان، هم سامانیان هم آل بویه برها دولت های ایرانی پیش از اومدن ترکان به فلات ایران و تشکیل دودمان های ترکی بود. از این نظر در حقیقت خوش درخشیدن، ولی دولت مستجر بودن. بله، ترک ها که اومدن در حقیقت که حمله دوم کنترل توتالیتر اسلام بر ایران بود، اونا وقتی این بازمانده های ایران باستان رو کاملا متلاشی کردن، دانشمندان رو همه رو گرفتن، کشتن، نابود کردن، تبعید کردن، فلان، همه چیز فکر رو از بین برد، همه چیز رو کاملا اسلامیزه کردن، از صدی پنجم ششم اون میان پرده 200 ساله بسته شد و دیگه اون خاور نزدیک، خاور میانه، همش در این حالت کنترل کامل اسلام به سر میبره. البته جهان شیعه که بحث ما هم دوباره نیست، هیچگاه به حالت جهان سنی زیر اون تو اون حالت روحی به سر نمی برد. این شیعه رو بعدم با تمیشه جدا کرد، امکانات روحی که داشت، حتی آزادی های فردی که درش مقبول بود، اونو نمیشه با اون سنجید. ولی اسلام در همه این مناطق آخر سر پیروز بود و کنترلش بسیار سخت بود، توتال بود. حالا بگذاریم این اهرم ها رو، ما الان نمیخواستیم آنالیز کنیم، من فقط میخواستم یاد بندازم که این اهرم ها هستن که کار میکنن و بعد اون دستگاه انگیزنده و پردازنده رو زیر فرمان میارن. در دستگاه انگیزنده داشت میخوام میپره این سیستم، من سه تا بود رو جدا کردم که خودش یه ساده سازی یا یه سیمپلیفیکیشن خیلی سختی است، من مجبورم برای این نگاه های کلی رو ساده سازی کنم. در بود یکم از من در داخل جهان انگیزنده یک انسان و بعدا مال جامعه، من از برخورد بنیاد دریافت بر پایه خرد خیش در برخورد با بنیاد دریافت یا ببخشید دریافت اینجا در کار نیست، انگیزش پیرو دستورهای قالبی، یعنی یک شخصی بر پایه خرد و وجدان شخصی خودش هستش که
تصمیم میگیره و برانگیخته میشه یه کاریو بکنه، یا اینکه دستورهای قالبی که از پیش به او داده شده. این بحثو تو نامهای کلاسیک تر مثلا خود فرنگی ها در قرون وسطا بهش میگن اسکولاستیک یا اسکولاسیزم، که شما از استاد راهنما کورکورانه پیروی میکنی. ولی حالا این از اونم بدتره، یعنی چیزی که ما در فضای اسلامی داریم از اونم خیلی خیلی بدتره، چون حالا اون اسکولاستیک قرون وسطا هم وقتی برمیگردونه و پیروی میکنه از استاد بزرگ که حالا میخواد مثلا ارسطو باشه یا زیرمیانه هایش باشن که اونو تفسیر میکنن و تدریس میکنن به عنوان استاد بر شاگرد، دقیقا همون نام از اسکولا میاد که اسکولا یونانی باستان یعنی مدرسه که رومیان برگرفته بودن این واژه رو و میگفتی یعنی شما تو مدرسه میشینی بهت میگن چی یاد بگیر و تو هم همون حفظ میکنی و به نسل بعدی میدی. ولی این گرفتگی فکری که ما در مثلا دستورهای دینی خود کلاسیک اسلام داریم، این از اونام خیلی 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 قالبی تر و خفه کننده تره، که ما نمونای آوردیم که در ایران باستان از داخل خود اوستا و یا نوشته های شاهان باستان یا نوشته های روزگار میانه یا فارسی میانه و ساسانیان، همون نوشته های دینی حتی میشه استخراج کرد که اینها تا چه اندازه مسئله خرد شخصی و وجدان شخصی براشون مهم بوده علیه یک دستور قالبی کلی، که مثلا برجسته‌ترین نمونه‌هاش نقشی است که همین واژه خرد در اوستایی داره، اونجا مثلا به گویش کلاسیک خردتو یا خردتو در اوستا که پیوسته ازش نام برده میشه، یعنی اون دستگاه منطقی شخصی، و از اون حتی شاید عجب و غریب‌تر دعینا. من یادم میاد من نخستین بار که این اوستایی در دانشگاه یه پای توش باز کرده بودم بخوانم، برای من یکی از تکان دهنده ترین مسائل این بود که وقتی من ترجمه های این مترجمین کلاسیک آلمانی مثل بارتولومه رو میخونم که هنوزم بهترین تمام اون ترجمه ها شمرده میشن و بهترینشون، مثلا وقتی ترجمه دعینا رو خوندم که نوشته بود individual wesen، یعنی اینکه اون وجود شخصی که شما داری، اون هستی شخصی که داری برای درک مسائل دور بر خودت، و این واژه‌ای بودی که بعدن بنیاد واژه دین شده در ایران باستان. درکشون از دین وجدان شخصی بود. درست. اصلا بسیار بسیار مسئله تکان دهنده ای که یه جامعه واژه‌اش برای دین مثلا اونی که رومیان میگفتن ریلیگیو، حالا اونا مال اونا برمیگشت به لگره خواندن، ریلگره یعنی دوباره خواندن، بازخوانی کردن. احتمال زیاد ویتکینز اینا باور میکنن تو بخش اتیمولوژی رومی که مثلا این برمیگرده به این که اینا نه اینکه در نیایشگاه ها بازخوانی میکردن متون رو، خب گفتن آقا اینا واژه گذاشتن برای دین. حالا توی زبان عربی اگه اون دین فارسی ریژه رو ما به کار نبریم، اون مثلا از اعتقاد یا اینا حرف میزنن، از عقده، یعنی ریشه عقده میاد، اینکه شما کاملا درون خودت رو محکم گره میزنی به یک باوری و این میشه اعتقاد شما، اعتقاد. و یعنی اصلا نشون میده که درک شما از دین یا باور دینی چیه، یعنی شما کاملا و متعصب، همونی که عرض کردم شریعتی به عنوان فضیلت بهش نگاه میکنه، تعصب رو میگه فضیلت بزرگ ما مسلمین تعصبه که ما به جای خرد تعصب داریم. یا همون چیزی که در اوایل انقلاب من چندین بار اشاره کردم بهش، برتری تعهد بر تخصص یا ایمان بر عقل یا هر چیزی دلت میخواد میگند و میگویند و میگفتند از زمان پیامبر اسلام تا به امروز. این دوتا کانسپت کاملا در نبرد با آب و آتش هم با هم دیگه، که یک کسی بگه دین تو وجدان شخصی توست، تو چجوری جهان رو میبینی و اون خب ابزاری هم که دوره دارین که جهان رو بفهمی خردت در درزه اول. مثل یک کانسپت فلسفی انگار که مثلا نیچه میخواست دین درست کنه یا مثلا کانت. و تو اون یکی میگه آقا یه دستورای غالبی هست، اینو یه کسی از اون بالا تلگراف میکنه پایین، یه دونه رسول هم ور میداره میده دست این، یه شمشیر هم بهش میده اگه گوش نکرد سر اونو ببره، و ارتباط ما با ایشون که از اون بالا اینا رو تلگراف هم میکنه پایین فقط یک گره بسیار بزرگ اعتقادی است که میونه خودمون ایشون میزنیم که هر چی میگه دیگه صدی صد باور میکنیم، و وقتی هم این گره رو زدیم و کاملا متعصب شدیم در حالت ایمان به سر میبریم، امنه، یعنی اینکه کاملا امن شدیم دیگه، هیچ شکی در مورد زندگی نداریم الحمدلله. و خب این آدمی که از تو اینم میاد بیرون برای هر کسی قابل شمارشه که این چه مدل آدمی خواهد بود. درست. یعنی در حقیقت
فراورده طبیعی و مستقیمش آقای شریعتی تو بخش اندیشه خواهد بود، شریعتی و خمینی تو بخش اندیشه، تو بخش انجامی هم مثلا آقای چه میدونم لاجوردی، اونم بخش انجامیش خواهد بود. یعنی آدمایی که با یک تعصب و یک گره و یک تصمیم نهایی درونی که همه حقایق رو پیدا کردن بر پایه دستورهای قالبی میخوان برن جلو. در بعد دوم سخن گفتیم از این که حالا گذشته از این که شما خردپایه فکر میکنی یا قالبی، شما کلن انگیزش درونیت، دلت درونت به وجد میاد به سوی پیشرفت و سازندگی یا به سوی کنش‌های من نمیش کنشم ارزان. فرومایه همیشه گفتم با ارزان خرسند ترم. مثلا شامیلی در آیین زرتشت باستان این همه شما رو تشویق میکنه به سوی دهش کردن به دیگران، به سوی سازندگی. اصلا واژه مقدسش سپنتا معنی میداده افزونی بخش، یعنی آنچه که پیشرفت میآوره. و درکشون از نیک و بدم این بوده که فرارونه یا عبارونه به قول ساسانیا، یعنی شما رو به پیشرفت میبره. فرارون فراسوی میشه به فارسی، دری میشه فراسوی، فراز سوی، فرارونه ترجمه اون. اون یکی هم عبارونه یعنی وارونه، شما رو به فراز سوی به پیشرفت میبره یا شما رو واپس مانده میکنه. یعنی درکشون از دین و قداست و اینا هم همش این بود که یک دستگاه فکری در زندگی انسان پیشرفت تولیدی در بخش دانش و مادی پدید بیاره. کلامی گفت واژه پهلوی برای افسایش چی بود؟ اونو مترجمین پهلوی ترجمه کردن برای سپنتا، ترجمه تلفظ عوضش هم بوده، ما میگیم سپنتا، امروز اون کردن سپنتا، سپنتا. اونو ساسانی ها ترجمه کردن با ابزونیگ، ابزونی که همون میشه افسونی. بله، باید نظر داشته باشه که اینجا ابزون نه ایه اسم معنا پشش اومده، بلکه ایگ صفت ساز. در درون فارسی دلی که به حمد الله همه چیزش ریخته به هم، یعنی پس از این پیروزی اسلام و عرب و اینا که همه چیز ما نابود شد، زبونمون هم کاملا نابود شد، خود ایرانی های امروز هم دیگه فرق میونه صفت و اسم معنا اینا رو تو این ایا اصلا دیگه نمیفهمن، همه رو قراقاتی به کار میگیرن. عجیبی شده واقعا، باور نکردنی این آسیب های چند بودی. در زمان اونا با ایگ صفت می ساختن، با ایه اسم معنا می ساختن از یک ماده اسمی یا صفتی پیشتر. بعد اونا وقتی که می گفتن ابزو یا فعلی، ماده فعلی، وقتی می گفتن ابزونیگ یعنی آن چیزی که افزون، ایگ صفت مربوط به افزون یعنی افزون آوره، درست، افزون آوره یا افزون ماننده یا افزون انگیزه. ایگ اونجا صفت کلی عام می سازه، افزایشگر، آره، افزایشمنده، افزودمند، افزودمند و افزودناک، ناک حتی از اونم بهتر اون موقع در این مورد. ولی این یکی وقتی میگه ابزون، اگه ما بگیم افزونی، این برآمده اون موقع از اون ایه اسم معنای پهلویه که یعنی حالت کلی در افزونی بودن. مثل مثلا سبزی، تاریکی، این از این حرفا. بله، در فارسی امروزش میگیم حاصل مستر. حاصل مسترم دوباره باید دقت کنیم، یکی از حاصل مسترها رو ما با یی میسازیم از فعل ها میسازیم، ولی اونا یکی ببینید پیشوند داره، مثلا فراهم آوری یا برکشی یا از این چور چیزها. ولی حاصل مسترهای دیگه هم داریم که بر پایه‌های مثلا اش ساخته میشه، مثل کنش، روش، پرش. و حاصل مستری، اون دستگاه بزرگ حاصل مستری ما داریم که به حمد الله اینم ریخته به هم و هیچ کس هم ازش خبر نداره و دستور زبان‌های فارسی هم که امروز می‌نویسن همه‌شو قراقاتی و نیمه اشتباه می‌نویسن. بله. ولی اون بحث حاصل مستری هم بذارین کنار، همه‌ش خرابه، در واقع همه‌ش ویرانی در این کشور که باید بازسازی بشه، باور نکردنیه. ما در 1400 سال یک ویرانستان دائمی داریم زندگی میکنیم که همه چیزمون من جمله زبان که از همه چیز مهمتره ریخته به هم. این حالا اونا میگفتن ابزونیگ یعنی افزون بخش، افزون انگیز، افزون یا اگه من اونجا مثل مرخم رو بردارم افزود ناک، افزود بخش، افزونیگ میگفتن. افزون چجوری؟ اون افزون اصلا از کدوم ریشه اومده؟ چون یه موقع ابزودن و ابزای خود پهلوی هم نیست، بلکه یه نون پایانی گرفته، افزون، ابزون دیگه، ابزون. اونو من میذارم خواهش کنم کنار، اون دیگه چجوری پدید اومده کارمو به زبانشناسی نرسه. این در بخش دوم پس بنابراین دستگاه این آیین زرتشت که ما پیش از اسلام داشتی افراد به پیشرفت دائمی فرا میخوانده، مال اون یکی اسلام به اینکه آقا یه خورده نماز و یه خورده روزه و گاهی وقتم سر این اونو بریدن به عنوان جهاد و
در همین حد یا خودم زکات. یعنی شما با کارهای بسیار ارزان احساس میکنی که دیگه کاملا تسکین یافتی از درون. اون جهاد بزرگم که ازش سخن میگفتن که مثلا خمینی خیلی برش افتخار میکرد، نهایتا معناش این بود که من چجوری میتونم هر گونه اندیشه و خرد و شک رو در خودم بکشم. اینم جهادشون، جهاد اکبر، جهاد اکبر. جهاد بزرگ و اینا. جهاد کوچیکش اون به حمدالله آدم کشیه، مال بزرگش چیزه، اینه که من بتونم خودم از درون بکشم. اون مثلا کارهای بزرگش اینه. بقیه کارا در حد نماز و روزه و نمیدونم مکه رفتن اینا همش کنش های ارزان. یعنی شما اصلا کانسپت پیشرفت اونجا وجود نداره. درست. تو اون یکی فلانی صبح که پا میشده همش فکرش این بودی که من چجوری میتونم پیشرفت پدید بیارم. این بود و من جدا نهادم از بود یکم که کلن شما خرد بنیاد میاندیشی یا قالبی. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا پیشرفته یا ارزان خودش یک مشتقی است از خرد بنیاد یا قالبی، که اینا بس ارتباط دارن با هم، مثل اکسیوم از هم جدا نیستن. اینو من این بحث خوش میگم میذارم کنار. من در مورد همین مثلا سالها فکر کرده بودم که مدل سازی کرده بودم، الان جاش نیست. اینو شما به عنوان یه بود دوم از من فعلا به عنوان پیشنهاد و یک ادعا بپذیرید. بود سوم که بار پیش نرسیدیم بهش بپردازیم، مسئله انگیزش از برای نیکی یا سرشت خود کار بود یا از برای پاداش. پاداش آسمانی که الان پادشاش هم دوباره ارزانه، شما میریم اونجا عسل میخوریم و کارهای سکسی میکنیم. اون هم الان جای صحبت داره که خود اونجا الگوهای در مغز انسان پدید میاره. ولی کلن شما یه کاری از برای نیکی انجام بدید یا نیکی خود کار، سرشت خود کار، درک نیکی سرشت خود کار، یا از برای اینکه کسی میخواد به شما پاداش بده مثل یه بچه خودش لاعقل که به بچه میگن این کارو بکن به تو ربطی نداره، وقتی یه قاقالی میدم. برخی دینا هستن که این راه دومو میرن، مثل دینای مثل اسلام، حتی جاهای دیگه هم بودن. این تو در دین شناسی کانسپت کارما بهش میگن، نه که در دینای هند باستان هم که تو ابراهیمی نبودن این کانسپت تنزی بود که میگفتن کسی که درست کار بدن در زیست بعدی بهتر به دنیا میاد. این گردش روحه دیگه که دوباره زاده میشه، دوباره زاده میشه. هندی‌ها به این باور داشتن. واسه همین دین شناسان کلاسیک ببینید در آلمان به این گفتن کارما ریلیجیون، یعنی دین‌هایی که بر پایه کارمات، یک اون در تشویق از راه زایش بهتر در زندگی بعدی بود، چون به یک گردش دائمی زندگی ها اعتقاد داشتن، زنجیره‌ای. آنها آسیایی بود عمدتاً دیگه. اون مال هندویی بود، ساختار هندویی بودایی بود. که تو همشون بدن جا افتاد، حتی تو ساختارهای نوینتر بودایی. ولی از قدیم اونا این کانسپت رو دنبال میکردن تو برخی پیشا زمین هاشت. من وارد اون بحثم نمیخوام اینجا بشم، ولی کلا این کانسپت که شما یه کاری بکن که به پاداش اون مثلا تشویق بشی، یا کار رو میکنی چون خود کار درسته. اینجا دوباره مثل بود یکم و بود دوم یک گسل آتشین عبور ناپذیر میونه آیین زرتشت و اسلام وجود داره. یعنی در آیین زرتشت یکی از تکیه کلامایی که پیوسته در همه نیایش‌ها و همه جا گفته میشه اینه که آقا راستی از برای خود راستی، دادگری از برای خود دادگری و مسائل دیگر، یعنی کارهایی که منطقی است. شرط خب نمونه ای اگر بخوایم برای این بود سوم بیاریم، انگیزش از برای نیکی و یا سرشت خود کار و یا از برای چشداش یا پاداش به اصطلاح آسمانی، من داستان آرش کمانگیر رو با داستان کربلا و امام حسین معمولا مقایسه میکنم. سنجیدن این دوتا جالبه در مورد بود سوم. آرش که داوطلب میشه که اون تیر رو رها کنه و به این جنگ طولانی خاتمه بده و درد رو از روی مردم میهنش برداره و برها به خون ریزی پایان بده، میرود و برحال تیر رو شلیک میکنه، نه چشم داشتی داره که بعدن شاه بشه، نه چشم داشتی داره که با هوریا همراه بشه. در حقیقت در یک کنشی که آبش خورش کاملا انسانی و میهنی است، بزرگترین سرمایه شو که جانشه رو در تیر میکنه و تیر رو رها میکنه که خب بنابر اسطوره میره و مرز ایران و توران رو تعیین میکنه. در داستان دیگر، یعنی داستان کربلا، حالا اونایی که تاریخ اسلام خوندن خب میدونن جنگ جنگ قدرته، یه نفر سودای خلافت داره امام سوم شیعیان، و خب طرف دیگر یعنی ابن زیاد و یزید
دست بالاتر دارن و جنگی در میگیره و خیلی راحت خب تموم میشه. ولی اگر به روایت شیعیان در این مورد ما به اصطلاح وارد داستان بشیم و انگیزه امام حسین رو کاملا یک انگیزه به اصطلاح اسلامی بدونیم، نه انگیزه برای کسب قدرت، امام حسین کسی است که باورمنده به پاداش اخروی، میاد در کربلا جانش رو میدهد که یک جایزه بسیار ارزشمندتر بگیره، یعنی حضور در بهشت و وعده هایی که قرآن در بهشت داده. یعنی شما یه سودایی کردی، یه معاملهی کردی که این سودا یا معامله خیلی برات سود بخشه، جان زمینی کم ارزش رو از دیدگاه اسلام میدی و تمام سعادت و آمرزش اخروی رو میگیری و در اون جهان به بهشت میری و حوریا و بقیه جریانات. این خودش دقیقا فکر کنم یک سنجش خوبی است میان این بود انگیزشی از برای اینکه چرا نیکی رو انجام میدید، یا اگر فکر میکنی کار نیکی داری انجام میدی، این سوداست، چشم داشت به جبران از سوی آسمان هاست، یا اینکه نه چون فکر میکنی این کار درسته به صرف درست بودنش داری انجام میدی. 100% نمونه درخشانی هم آوردی شاهین جان. پیش از که من فقط سخن روند کنم، چه از زمان ما مونده؟ ما حدود 5 دقیقه داریم. بسیار خب، من گمان میکنم بخش از این بعد سوم بار دیگه دوباره بریم تفریم بعد سوم، نوبتش هیچ وقت نمیرسه. این نمونه درخشان یابدی. من فقط اول یه جوری بگم که دوباره این بگم که اینجا ممکنه کسی بگه بعد سوم در ارتباط اشتقاقی با بعد یکم، یعنی وقتی شما بر پای خرد شخصی و وجدان تصمیم میگیری، اونجا متوجه میشی که یه چیزی به خاطر خودش خوبه یا نه، از برای نهاد خودش خوبه یا نه. و وقتی که خرد به کار نمیبره دستورهای قالبی، خب شما موقع اون پاداش قاقالی بچه رو نیاز داری. مثل کسی که در حقیقت خردش برنا نیست، خردش بالغ نیست به قول کانت، حالا ما تو فارسی دریم تو میگه برنا. این پس دوباره یک کسی ممکنه بگه اینجا هم یک ارتباط اشتقاقی میونه بعد سوم بعد یکم هست که بعد سوم کاملا اکسیوماتیک جدا از بعد یکم نیست. اینجا هم منو ببخشید که منو فعلا با اون شف اکسیوم جدا گذاشتم. این فقط من بعد اون موقع اینجا توضیحاتی بدم برای بینندگان در سطح دانش گوناگون که اینا رو نگاه میکنن، اون موقع تناقضات در سطح گوناگون در ذهنشون ایجاد میشه، برای اون یکی هم که چه اکادمیک دارن اونم باید سر روشن کنم. بود سومین نمونه خیلی درخشانی بود. من برای همین بود که گفتم ما تشیع نمیتونیم اسلام تمام عیار بشموریم و با تسنن اصلا قابل قیاس نیست نظر سطح. من یادمه که من وقتی کودک بودم، خب در ایران در درس دینی و اینها، این آموزگارای ما پس از انقلاب بود، اونام پاسدار بودن و اینا، و وقتی که از مثلا انگیزه های حسین ابن علی امام حسین خودمون صحبت میکردن واسه این که چطور این رویدادها در اتفاق افتاد، وقتی مناسبت ها میمدی و اینها، برهان هایی که میووردن خیلی خنده‌دار بود. پس از 1400 سال اسلام خورد کننده تو ایران همش برهان های زرتشتی بودن. خیلی جالب بود. یعنی اونا گمان میکردن که، یا اینجور تبلیغ میکردن که امام حسین به خاطر درک خودش از کانسپت دادگری که دادگری اون لحظه مهمتره تا جانش، و از این حرفا انگار که مثلا دارن در مورد خسرو انوشیروان صحبت میکنن. خیلی جالب بود. اینا به من نشون میده که روح ایران هنوز نمرده. اینا نمیدونستن که تفلیا این چیزا که داشتن میگفتن از دیدگاه اسلام شرکه. شما چی درک خود ایشون از فلان چیز ایشون غلط کرده؟ مثلا درک مگه داره؟ دستورات الله، این میاد به عنوان دستورهای قالبی پایین، فرمانهای سنگوار دگرش ناپذیر، و شما وقتی اینا رو فقط پیروی کنی بعد میبرنت بهش، به تو از اون حوریا میدن. سطح اسلام این سطح، تسنن هم همین سطح داره. این در تشیعی که اون یارو آموزگار ما شیعه پاسدار میاد میگه که امام علی اونجا دنبال یک کانسپت از عدالت بوده، دادگری بوده، به خاطر دادگری جان خودشو داده، مثلا که دادگری در جهان فرمان روا بشه. خب تفلی خبر نداشت که حسین ابن علی اونجا رفته تو حکومت بگیره دستش. بله، باش صحبت میکردی دو کلام اصلا نمیفهمید کانسپت دادگری چیه. یه عربی بود از بیابان ها گریخته و آمده، از زمین زمان بی خبر. ولی اون چیزی که ایرانی ها ازش ساخته بودن یه فیلسوف زرتشتی بود. حالا یه کسی البته ممکنه بپرسه، ما به این به برنامه جدا به این مطلب بسیار مهم خواهیم پرداخت، که اگر این همه از جهان باستان در تشیع جا هنوز داره،
نه فقط این که این امام ها کانسپت های یهو عالی رو دنبال میکنن، امام علی مثلا میشه نماد جوانمردی که خداوندگار ناجوانمردانی بود ایشون، این روانشاد با اون حالتی که مثلا میجنگید با شمشیر قوزک که اینو میزد قبلش حواسشو پرت میکرد، اینو کدوم جوانمرد. ولی چیزی که ایرانی ها از این امام ها ساختن، اینا امشاسپندای زرتشتی هستن. حالا یه کسی ممکنه بپرسه که خب اگر اینا این همه دخیل کردن اون کانسپت های قدیمی رو، چرا این تشیع هم به جایی نرسید؟ این یه پرسش خیلی 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 اون سطح بالا و جالبه در کوتاه مدت، برای اینکه زمان ما رو به پایانه، برای اینکه این اگه بخوام توی استعاره بگم، من خودم از این استعاره خوشم نمیاد ولی وقتی زمان کوتاه، این زهر اسلام اینقدر غلیظه که شما اگه دو قطرم از اون توی دیگ یک تونی هم بریزی، یک تون آش باشه، شما میکشه همه را آخر سر. یعنی اون شما وقتی اون امام علی رو داری میسازی، امام حسین رو داری میسازی، تو اون نهاد ایرانی زرتشتی که از اون یه امشاس بند نورانی داری درست میکنی که دنبال دادگری است، دنبال جوانمردی است، فقط این کانسپت هاست هستن که انگیزه زندگیشن. وقتی اینا رو داری با احادیث خود ساخته داری میسازی، چند تا چیزو بدنیم تو دست بزنی. یکی اساس قرآن، اون سر جاشه که وقتی باز میکنی همش فحش و فضیحت به دگراندیش هاست، همش داد و بیداد و تهدید شکنجه آسمانی از این حرفا. توی برنامه بعدی بهش میرسیم تو بخش پردازنده که اون چه اثرات عجیب و غریبی داره. بعد واقعیات خود زندگی این اماما بالاخره تو حدیث های عربی اصیل مونده. یکی نمیدونم سر این بنی قریظه رو مثل گوسفند میبریده با چاقو آشپزخونه، اون پیامبرش نمیمیده نگاه میکرده، نمیدونم خوارج اینجوری قتل عام میکرده، نمیدونم اون یکی نمیدونم قبل از جنگ میگفته که نوره باید ببنده یا بکشه واسه اینکه میخواد بده با حوریا طرف بشه. یعنی اون مسائل سطح پایینش هم توشه، نمیتونی جدا کنی چون داخل اون احادیث اومده، احادیث درست، همش حدیثای مندرآوردی روزگار صفویه نیستن که این کانسپت های برتر رو میخوان تو اینا وارد کنن، از اینا میخوان امشاسپند شوالیه ساسانی میخوان بسازن. ولی تشیع به خاطر داشتن اون احادیث مندرآوردی که از اینا شوالیه ساسانی ساخته، خب معلومه سطح پاسدار شیعه مثلا قابل قیاس نیست مثلا با یه آدم کش داعشی، یا مثل اینکه اون یک شوالیه فیلسوف آوردی گذاشتی جوری آدم روانی از قفس گریخته. ولی اون زهری که از اول بوده اینقدر غلیظه که آخر این زور این گرایش ایرانیا به ایران باستان در تشیع هم به اون نرسید، آخر یه مشکلات لاینحلی توش موند. چون اگه اینا رو هم حل کرده بودن، آره تشیع به نام نوع فقط تشیع میومد ایران باستان رو دوباره کاملا بازسازی میکرد. اینو بعدا بهش میرسیم. من بعد سومی که اینجا دوباره تفری بهش زمان کم رسید، باید بار دیگه بهش کافیم که اونم برهان‌های خودشو داره که تو سرآغازش با این نمونه امام حسین آوردی که چه فرقایی میکنه وقتی یه کانسپت دیگری بگی اون داشته که به خاطر خود کار دنبال مسئله بوده یا به خاطر پاداش، این اصلا الگوی اون آدم رو هم کاملا دیگرگون میکنه. که میگم این آموزگار من گمان میکرد که او یه امشاسپند زرتشتی بوده، یعنی که دنبال فقط چیز بوده، دنبال دادگری به خاطر خود دادگری بوده نه به خاطر اینکه بره پیش حوریا. بسیار خوب، خیلی هم عالی. برمی جان لطفا دستگاه رو از شیر اسکرین خارج کن تا سپاسگزارم. ما بحث رو رسوندیم به تقریبا میانه پارامتر برانگیزنده سوم. جستار رو هفته‌های آینده پی میگیریم و بعد وارد بحث پردازنده ها میشیم. امیدوارم دوستانی که اکنون با ما همراه شدن، اگر که شش برنامه پیشین رو ندیدن، اون برنامه رو نگاه بکنن که از این نشست به بعد بهره بیشتر بتونن ببرن. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. شرم جان بسیار ممنونم و بدرود تا فرصتی دیگر. بدرود.